همراهان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین. من هم عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمامی شما روزداران گرامی. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و تندرست باشین. از بخش اول برنامه در خدمت شما هستم. شما میدانین که ویژه برنامه سفره نور بخش های مختلفی داره و در بخش اول مهمان داریم و سعی میکنیم که با ایشان صحبت های خودمانی داشته باشیم و اکنون هم مهمان عزیز ما آقای نورالحق توخی، یک تن از شاعران و نویسندگان خوب شهر ما هستن که ایشان به استودیو خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدید، وقت شما بخیر. تشکر، مهربان هست. اگر در ابتدا حرفی دارین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما مجری موفق تلویزیون هدفمند اصلاح و همه بیننده های محترم تلویزیون هدفمند اصلاح، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خیلی خوشحالم که در برنامه شما در خدمت شما قرار دارم. تشکر، بازم بسیار خوش آمدین. انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول درگاه احدیت باش. آقای توخی، اما قسم که گفتم ما در بخش اول مشخصا با مهمانان عزیز خود پرسش های خودمانی داریم و شما هم انشاءالله که به این پرسش ها پاسخ بدین. شاید پرسش های باشه که تا حال از شما نشده باشه. اما به عنوان اولین پرسش، اولین رمضانی که شما روزه گرفتین به یاد دارین و همون سال چی احساسی داشتین؟ من بسیار خوب بودم که خیلی علاقه داشتم. خود شما میفهمید وقتی که ماه مبارک رمضان بود اکثرا فامیل ها می نوجوانان به کسایی که حتی کودکان هم اینا به سحری میخواستن نگه تو سحری کن به اونجا. و من خیلی خوشحال بودم، تقریبا صنف دوم مکتب بودم. خب بیاد من هست که همون سال من تصمیم گرفتم که من روزه بگیرم، ولی هرچند بسیار برای ما مشکل هم بود، ولی همون روز توانستم که روزه بگیرم. ولی از طرف فامیل خداوند طریق رحمت کنه، پدر بزرگوارم یک شخصیت معزز و یک نویسنده بسیار توانایی بودن، اونا بسیار من تشویق کردن و من فکر میکنم همین سال بسیار یک فرحت و خوشی برای من ایجاد شده بود. بله همین سال. بله یقینا دیگه اولین سالی که هر کس روزه میگیره او همیشه جز خاطراتش میباشه. شاید سختی ها خورم داشته باشه. دقیقا. بله زندگی خب طبیعتا دنیای از تجربه هست. هر کدام ما در زندگی تجارب داریم. بزرگترین تجربه ای که شما از زندگی آموختین چی بوده؟ همونطوری که الله متعال خودش ذاتش واجب الوجود مستجمی لجمیع از صفات و کمالات منزه عن الزوال و نقصان. الله متعال برای انسان هرچند ویژگی های زیاده به انسان تفیض کرده، اما سه ویژگی بسیار برجسته است. در قدم اول هر انسان به هر نقطه از جهان وقتی که متولد میشه فطرتاً معید و با ایمان به دنیا میایه. دوم روح مصفا وجود داده میشه و سوم هم عقل منکشف. این سه موارد بسیار در زندگی انسان رول اساسی داره. بعد از او که به فامیل ها تعلق میگیره، چنانچه حدیث شریف هم هست که بعضی فامیل ها طفل از اونا اگر به خانه بعده نصرانی باشه و یا یهودی باشه و یا بودایی باشه و یا زردشتی باشه، اونا دیگه اینمو آین از اونا رو میگیرم. اما چون وقتی که برای انسان خداوند عقل منکشف داده، ببینیم که همین انسان رو که جهان رو تسخیر میکنه به اصطلاح به مو فهم و به مو علم و به مو دانش خود. چنانچه خود الله متعال انسان رو محور خلقت معرفی میکنه. محور خلقت مظهر جمال و جلال حق و مظهر بروز و ظهور الله متعال است. حالا انسان اگر در بعض جاها به شکست مواجه میشه، حتما انسان باید از این شکست تجربه بیاموزه.
چنانچه حدیث شریف است که خدا مبارک میفرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که انسان از یک سوراخ دو مراتب گزیده نمیشه. ما هرچند در زندگی شکستای پی در پی دیدم با او مواجه شدم، ولی بعدم استقامت کردم و برای ما الگوی ما به اصطلاح و ما تجاربی که ما مختوم واقعا از جا در از حجی والدی خوب بسیار ازدار تشکر امتنان کنم و بزنها هم سلام و احترام تقدیم میکنم اگر بینده باشن. الحمدلله در ذکای عقل و در فهم بسیار اعلی بسیار میبارم و اونا هم بسیار یک محب و مشفق و به اصطلاح یک کسی بودم که مرا بسیار تشویق میکردم و مرد تجاربی هم که ما مختوم از والدی خودم مختوم. پس شما در زندگی شکست هایی که خوردین استقامت کردین و این بزرگترین تجربه شما در زندگی بود؟ بله استقامت کردم، ولی با مشوره از اونا به اونا مرا یادم برای من تجارب زیاد برای من دادن به فرماشد از اونا بالاخره من گام های متین و استوار برداشت. از مادران یاد کردین واقعا که مادران دیگه نقش اساسی در زندگی هر فرزند دارن و خوب هست که ما هم انشالله دعا بکنیم که خداوند سایه هیچ مادر از هیچ خانواده کم نکنه. الهی آمین. چند سال میشه آقای توخی ازدواج کردن؟ در سال 1368 بود که من ازدواج کردم دیگه، تا حال ازدواج ما دوام داره الحمدلله. از زندگی مشترک راضی هستین به شرطی که واقعیت بگین؟ سوالای مشکل داریم شما دیگه که گفتم پرسش های شاید شما داشته باشیم که تا حال از شما نشده. بله کاملا الحمدلله راضیم از خانواده از فامیل و از همسر خود. بله به خاطر که حالا بیننده هستن همسر شما به خاطر ترس کنیه دیگه؟ چرا ولاد دیگه ترس هم خوب هست خوب منطقه خوب بازم مجبوریم به سوالات شما جواب بدیم دیگه. انشالله که راضی هستین و همیشه همین رسوم خوشبخت باشین در کنار هم. حال فرهنگای متفاوت روی کار آمده در قسمت ازدواج و عروسی ها، مصارف زیاد شده و بعضی فرهنگای به نوع جا گرفته. او زمان ها که شما ازدواج کردین چی فرهنگ های حاکم بوده و چی شرایطی بوده، تحت چی شرایطی شما ازدواج کردین؟ میشه در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم؟ بله درست است که خب در همون وقت یک سابق که ما ازدواج کردیم واقعا همین صمیمیت ها زیادتر بوده، هرچند خانواده ها کمتر بوده به تناسب حال که نفوس افغانستان زیاد شده و مردم با فرهنگ های مختلف مواجه هم، زندگی ها متفاوت شده و سلیقه های خاصی ایجاد شده و چون دنیای عصری دنیای تکنولوژیه. ولی در اون وقت زمان بسیار ساده بود و بسیار پرمحتوا بود، وقتی که برنامه های داشتن مسائل عروسی ها بود. ولی به تناسب حالی که میبینیم هرچند خب جایگاه خاص خود داره، ولی یک اندازه آسایش و آسودگی هست نسبت به سابق، اما کیفیت اون وقت زمان بیشتر بوده. مثلا در این محافل و مجالس مردم میامادم میشیشتم، حالا اگر شما به یک محفل و به یک مجلس کسی رو دعوت میکنیم فقط آنقدر اونا زیر فشار هستن که تا زمانی که ابو نان حاضر شد وقتی که نان تناول کردم و صرف کردم عاجل فرار برقرار ترجیح میدم میگم ما باید بریم. منتها در این وقت زمان فضا به این شکل نبود، اونا میشیشتم قصه میکردم نان میخوردم، حتی شبها را تا نیمه شب میگذراندم با دوستا و با رفقای خود، اما باز مرخص میشه. یک تفاوت دیگه هم که من احساس میکنم هی هست که او زمان عروسی ها معمولا روز گرفته میشد، حالا که فکر میکنم بیشتر از طرف شب محافل میگیرن. خب در وقت زمان اینقدر مردم به کارهای شاقه و به کارهای دولتی که اکثر مردم معلمان و مامور هستن اینا هرچند بود، خب منطقه اینقدر نبود مثل حالی که زیاد کده چون نفوس هم حالی زیاد هست الحمدلله و اینقدر هم وقت کافی داشتند آنها. اما حالی چون اکثر هم مصرف شغل و وظیفه و کارهای خود هستن، خب این اول ترجیح میدم میگم شب همه به خانه خود هستن میکنم. شکایتی هم که معمولا دوستا دارن کسایی که در محافل اشتراک میکنن که از طرف شب نان دیر میارن،
بعضی مواقع میبینیم که تا یک یا دوی شب هم طول میکشه. شما هم تجربه داشتین نداشتین چی قسم؟ مثل دقیق یاد منه که به یک از این محافل خودیا بود، تک شب ما هم رای فامیل دعوت بودیم. وقتی ما فامیل بردم، خب ما ساعتهای ده دوانیم بجه نان خوردیم و بالاخره همینطور بعضی کسا رفتن. منطقه کسایی که باز به اون محافل عروسی که بودن، وقتی که ما تماس گرفتم به فامیل گفتم منزه ما داره نان تازه نشده و ما منتظر هستیم. دقیق یادم هست که ساعت 12:20 بود، به اونا تماس گرفتم گفتم ما منزه منتظریم، ما زنگ زدم گفتم بیایم، یعنی ما دم دروازه این که بیان خودشان بریم به خانه. دیگه باز به خانه اونا بردم و همینجا داخل یخچال اگر چیز بودم ساعتهای 12:00 شب بودم، اینجا اونا غذا خوردم و نان خوردم، خب استراحت شدن. ولی بعدا همین دوستای دیگری که از اقوام ما بودن با اونا که تماس گرفتیم، اونا گفتن که ما تا زمانی که ما به خانه رسیدیم ده کم دو ما به خانه خود رسیدیم. خب ببینید که اینقدر مشکلاتی هست دیگه، اما فکر میکنم خیلی خوشایند هم نیه مثل از اینکه کسر ما گریبان بگیریم به خاطر غذا و به خاطر نان. من فکر میکنم هرچند ساده تر باشه و در زم همی وقت هم در نظر بگیرم، چون وقت هم بسیار ارزش داره، اما بعضی وقتا ببینیم که به مو موزیک یا بعضی موسیقی های دلخراش هم واقعا ضربه و لطمه به اعصاب و به روان انسان میزن. آقای توخی عزیز، من مطمئن هستم که همسر گرامی شما امیلزه بیننده برنامه هستن، جمله ای که تا اکنون برایشان نگفتین میشه که امیلزه بگین؟ حالا جمله سوال سخت کردم، سوال سخت کردیم من تا من سوال قبل از شما که سوال کردیم و سوال شما از ما پرسان نکردیم. خب به هر حال من ایره میکنم که واقعا همسر خود بسیار دوست دارم و حرمت و احترام دارم برش، واقعا یک زن بسیار نیکو هست، بخاطر که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حسنه دنیا در زن نیک خلاصه و تبلور یافته. از این سبب است که زن مورد تکریم و اکرام از جانب الله جل جلاله قرار گرفته. پس ببینیم که زنها بسیار یک جایگاه خاصی دارن، زن مظهر لطف و عطوفت الهی و زاینده نیمه دوم پیکر اجتماع انسانی است. دیگه به اساس باید ما بسیار مشفق باشیم، محب باشیم، نه تنها به این برای اکثرا به می جوانایی که اینا نزه به اصطلاح ازدواج نکردن یا کسایی که ازدواج کردن، اینا باید که قدر و منزلت فامیل و خانم و همسر خود بدانم. یک زندگی بسیار پربار، زندگی بسیار پرمعنا و زندگی بسیار پرمیمنت داشته باشه. البته پرسشی که شما گفتین من پرسان نکردم، حال پرسان میکنم به خاطر که اول گفتم باشه بفهم که شما چقدر همسر خود دوست دارین. خب خیلی از مردها گاهی به یک چیز فکر میکنن و او ازدواج مجدد هست. آیا شده تا اکنون شما در این مورد فکر کرده باشین؟ چرا قرآن عظیم شان بسیار به صراحت میفرمایه که فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. بله مگه شما ازدواج کنیم دو تا، سه تا، چهار تا؟ و اگر شما به اصطلاح عدالت کردن نمیتونیم، پس یکی به شما کفایت میکنه. فوایتم گفته یا یک گفته. خب پس بی اساس که من فکر میکنم که البته من میگم برای اکثر جوانا، بعضی کسایی که اونا با اونا صحبت میکنم زیادتر میگم که الله متعال و سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم برای ازدواج مجدد، برای تعدد ازدواج تاکید زیادی کردم. اما اینم باز دوستان باید بدانم که این بسیار مشکل، عدالت کردن بسیار مشکل، و من فکر میکنم که اینمو نص سری قرآن عظیم شان که آخر همین آیه هست که میگه که شما آقای توخی یک که شما انتخاب کنیم شما بله یا نه خیر. من فعلا قطعا به ازدواج مجدد هیچ تصمیم ندارم، من واقعا راضی هستم. میده برای ازی گفتم که چون اگر باز بعضی کسایی که زندگی به اصطلاح یک دروازه مشکلاتی اگر داشته باشم، یک دریچه باز است برای از نا که اگر ازدواج کنم. شما هم دریچه باز گذاشتین فعلا گفتین،
نه برای گفتم که همین لحظه به شما میگم که من اصلا برای ازدواج مجدد هیچ برنامه ندارم، چون واقعا من از فامیل راضی هستم. تشکر، انشالله که همیشه در کنار هم و در کنار فامیل خوشبخت باشین. تشکر از این که به برنامه آمدین. چون شاعر و نویسنده هستین گفتیم سوالای متفاوت در شما داشته باشیم، اصلا در مورد شعر و نویسندگی از شما پرسش نداشتیم. یقینا که دنیای جالب است و دنیای پر از خاطره است. انشالله که در تمام عرصه‌های زندگی موفق و معید باشین و انشالله اگر فرصتی بود انشالله در برنامه بعدی باز میشه باز هم شما رو با خود داشته باشیم و در این مورد انشالله صحبت هایی بکنیم. تشکر که برنامه آمدید. انشالله که همیشه موفق و معید باشید. زنده باشید. تشکر. سلامت باشید. و ممنون از شما همراهان عزیز که تا اکنون با ما همراه بودین. ادامه برنامه سفره نور را بیننده باشید.